همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین الملل مؤسسه فناوری ویرجینیا تک از لس آنجلس. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای بروجردی، آقای رئیسی لحظاتی پیش صحبت‌هاش رو انجام داد، اولین سخنرانیش رو در مجمع عمومی سازمان ملل به برجام اشاره کرد و یه اشاره‌ای هم کرد به آمریکا و گفت اون خروجی که آمریکا کرد به نوعی شکست خورده و سیاست فشار حداکثری شکست خورده. فکر می‌کنی واقعا با این نوع الفاظی که به کار بردن، چه رئیس جمهور ایران چه آمریکا، واقعا شما آینده‌ای می‌بینین برای برجام؟ عرض کنم که در رابطه با صحبت آقای رئیسی باید بگم خیلی ناامید کننده بود. ایشون محکم صحبت کرد ولی تون صداشون، حرفایی که زدن، چیزی به غیر از امریکا ستیزی و اینکه ما چقدر خوب هستیم در جمهوری اسلامی واقعا نبود. من رو شدیداً به یاد آورد صحبت تیپ حرفای ایشون، حرفایی که آقای احمدی نژاد می اومد و در سازمان ملل می زدن. آقای رئیسی هم همون گونه حرف زدن که خوش آمده و خوشنود کننده است برای رهبر ایران، ولی فکر میکنم ناامید کننده برای بسیاری دیگر، به خصوص کسانی که فکر میکردن شاید بشه برجام رو به یک سرانجام رسون، مسئله تحریم ها رو حل کرد، در این دوران بحران کرونا بخوایم به یک جایی برسیم. متاسفانه صحبت های ایشون از همه این چیزها بری بود. عرض کنم از سلطه امریکای بی اعتبار شده صحبت کرد، از مقاومت در سوریه و عراق صحبت کرد، از بیرون رفتن امریکایی‌ها از افغانستان و اینکه خلاصه ما سلاح اتمی نمی‌خوایم و ایران قطب پزشکی آسیا هست و یه صحبتایی که به عرف می‌کنم خیلی بسیار بسیار اغراق‌آمیز بوده. حالا شاید بشه فهمید که ایشون این سخنرانی، چون به نظر میاد که مهمترین صحبت ایشون تا به حال بوده راجب چارچوب نظریش به مسائل بین الملل، فکر میکنم مسائل بسیاری رو مطرح کرده که باید برای مدتها اونها رو نقد و تجزیه و تحلیل کرد. آقای بروجردی، آقای بایدن زیر فشار انتقادهای فراوانی به خاطر سیاست‌های خارجیش، امروز اون هم سخنرانی اولش رو در مجمع عمومی سازمان ملل انجام داد. فکر می‌کنین که در طول صحبت‌هاش تونست به حتی بخشی از این انتقادها، به ویژه در مورد خروج از افغانستان، در خصوص برجام و مسائل دیگه مثل همین پیمان سه‌جانبه‌ای که با استرالیا بسته شد بین بریتانیا، استرالیا و آمریکا برای ساخت زیردریایی اتمی، اصلا تونست پاسخ بده به این انتقادها؟ من فکر می‌کنم آقای بایدن سعی کرد که از زیر مسئله افغانستان به یه شکلی فرار بکنه. به چه شکل؟ به این معنی که اومدن با اعلام اینکه خب بعد از 20 سال برای اولین بار است که من به عنوان یک رئیس جمهور امریکا در جلوی این اجلاس سازمان ملل ایستادم، جنگی صورت نگرفته و حالا ما این انرژی، این پتانسیل و توانایی‌های قابل ملاحظه دولت و ملت امریکا رو میتونیم برای حل کردن مشکلات مهم دنیا مثل مسئله تغییرات اقلیمی یا مسئله کرونا و اینجور مسائل مطرح بکنیم. در سخنرانیشون هم چند تا قول دادن که این مقدار پول برای مسئله تغییرات اقلیمی یا کرونا و غیره میخوایم استفاده بکنیم، که به هر حال فکر میکنم تلاش ایشون تلاشی بود برای تغییر مسئله از اون انتقاداتی که در رابطه با افغانستان به طور مشخص بهشون شده و همچنین تغییری که میخواست، تفاوتی که بین خودش بذاره با آقای ترامپ به عنوان آخرین رئیس جمهور امریکا که در همین اجلاس صحبت کرده بود. برای مثال وقتی که ایشون از صحبت کرد که فلسطینی ها هم باید یک کشور خودشون رو داشته باشن، یکی از تلاش هایی بود برای نشان دادن تفاوت نگاهش با نگاه پرزیدنت ترامپ. آقای بروجردی، تو ابتدای صحبتاشون آقای بایدن درباره یک دوره جدید تو آمریکا صحبت کرد، گفت آمریکا نمیخواد اصلا وارد جنگ سرد جدیدی بشه، اما اگر این اتفاق بیفته ابایی نداره حتی از نیروی نظامی استفاده بکنه. فکر میکنید پیامی داشت به پکن یا مسکو میفرستاد؟ بله، فکر میکنم که همونجور که واقعا انتظار میرفت، سیاست امریکا در عمل داره در چالش و تقابل با دولت چین هست، ولی خب آقای بایدن میخواست بگه که ما به شکل‌گیری این بلوک‌های
که در زمان جنگ سرد مثلا مشاهدش بودیم، نمیخوایم به اون طرف بریم. فکر میکنم یه سیگنالی میخواست بفرسته به دولت چین برای اینکه اونقدر نگران این مسئله نباشین. اما همونجوری که بسیاری از تحلیلگرها گفتن، متاسفانه بسیاری از عملکردهای دولت امریکا کماکان همون تفکر اول امریکاست، من بر آنچه برای من منافع ما مهم هست، که به نظر میاد که زیراب یک چنین سخنرانی هایی رو که بخش به اصطلاح رتوریکالش زیاد هست رو یه مقدار میگیره و اون توانایی و اون به اصطلاح چیزی که میتونه اطمینان بخشی به دیگر کشورها رو ایجاد بکنه به نظر من وجود نداشت. همین که وزیر امور خارجه فرانسه حاضر نیست با وزیر امور خارجه امریکا هم در این مختصر این مسئله فروشی به استرالیا شد مذاکره بکنه، نشون میده که مسائل بسیار جدیتر از اون چیزی هست که آقای بایدن سعی کردن نشون بدن که ما هم خوب هستیم، کمان که آقای رئیسی هم خواستن این کارو بکنن و ما میتونیم برای یک منبعی برای چیزهای حرکتهای مثبت در سطح جهانی باشیم نه شر. ممنونم از شما مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور بین الملل مؤسسه فناوری ویرجینیا تک از لس آنجلس.